نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز سه‌شنبه 8 ربیع الثانی سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در این نشست در پاسخی به سوالی مبنی بر اینکه در آیه 88 سوره شعرا در رابطه با یکی از اسماء روز قیامت آمده آن روزی که مال و فرزندان هیچ به حال انسان سود نبخشند، در حالی که امام سجاد علیه السلام در دعایی می‌فرمایند خدایا اگر آمرزشت نسبت به پدر و مادر بر من پیشی گرفته پس ایشان را شفیع من قرار ده و اگر مرا پیش از آنها مورد مغفرت قرار داده ای پس مرا شفیع آنان کن. پس معلوم می شود که فرزندان برای انسان نفع دارند. فرمودند صرف فرزند بودن برای پدر و مادر نفعی ندارد مگر آنکه فرزند پس از مرگ پدر و مادر در حق آنها دعا کند و آن دعا برای آنان منفعت داشته باشد و یا کار خیری برای پدر و مادر انجام دهد که ثواب و منفعت آن به پدر و مادر برسد. معظم الله با تأکید بر اینکه حتی صرف فرزند صالح بودن هم نمیتوان فایده‌ای برای پدر و مادر داشته باشد فرمودند اگر فرزند صالح هم برای پدر و مادر دعا نکند نفعی برای آنها نخواهد داشت. البته ممکن است که خدای متعال به خاطر اعمال و کردار نیکوی فرزند صالح پدر و مادر را پس از مرگ به سبب فضل خود ببخشاید، اما اگر آن فرزند صالح برای پدر و مادر دعا کند برای پدر و مادر منفعت داشته و ثواب نصیب آنان خواهد شد و اگر نه خود آن فرزند نفع و فایده‌ای برای پدر و مادرش نخواهد داشت. ایشان در ادامه با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که چون آدمی میمیرد عمل او قد می شود مگر در سه مورد: دانشی که از آن بهره برده شود، یا صدقه ای که برای او جاری باشد، یا فرزند شایسته ای که برای او دعا کند فرمودند. در این روایت تأکید شده که کسی که از دنیا رفت از دنیا منقطع می شود مگر آنکه خیراتی همچون مسجد و حسینیه و نظایر آن به جا گذاشته باشد یا علم و دانشی باقی گذاشته باشد که پس از مرگش از آن علم استفاده شود و ثوابش نصیبش شود، یا فرزند صالحی که برای او دعا کند اما اگر پدر از دنیا رفت و فرزندش برای او دعا نکرد هیچ فایده‌ای برای او نخواهد داشت. آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به تأثیر دعا فرمودند دعا نه فقط برای پدر و مادر نفع دارد، بلکه اگر امروز ما برای شیخ مفید که 1000 سال پیش از دنیا رفته دعا کنیم برای او منفعت خواهد داشت، چون خدای عزوجل وعده داده که دعاها را بپذیرد مگر در جایی که فرمودند دعا مستجاب نمی شود. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. چرا؟ چون گفتید که پدر اینجوری تربیتش کرد، پس پدر سبب بوده. اما اگر نه پدر شرابخور بوده، پسر آدم خوبی در اومد، مثل یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی. نه، بله، دعا فراتر میشه بود که این فرزند هم نوعی دعا است، افعال صالحه رو هم نوعی دعا تصور کنه. مثلا این فرزند اعمال صالحی داره انجام میده، مستقیما منوال دعا از پدر یاد نمیگیره. صبر کنید، اعمال خوب داره انجام میده و پدر در زمان حیاتش سبب بوده که این پسر خوب بشه. بله، اثر داره. اگر نه پسر یه فاسق فاجر بوده، پسر خودش خوب شده. ممکنه، نه اینکه وعده است که خدا به خاطر پسر که خوش بگذرونه از پدرش بگذره. اما این معنا، این لازمش این نیست که صرف عمل پسر، اگه پدر در زمان حیات خودش پدر سبب خوب شدن پسر نبوده، به چه دلیل این اثر براش میکنه؟